اسدالله ناصری از کابل، لطفاً نیت نمازهای قضای میت را برای من بگویید. نیت نماز قضای میت به این صورت هست، کسی اگر اجیر شده از جانب میت که نماز قضایی و روزه قضایشان را بخوانه، اگر نمازشان را میخوانه میگه دو رکعت نماز صبح را به نیابت از فلان شخص که عموم میت هست نامشان را میگیره، میخوانم قربتن الالله، یا لازم هم نیست که نام او را بگیره، میگه دو رکعت قضایی نماز صبح را به نیابت او کسی که ما از طرف او اجیر شده میخوانم قربتن الالله. این در او صورت است که اجیر شده. گاهی ممکنه انسان تبرعاً نماز قضایی میت را بخوانه، یا اجیر هم نشده میخواه که ثواباً نماز او را به نیابتشان بخوانه، دو رکعت قضایی فلان شخص را به نیابت او میخوانم قربتن الالله، یعنی کفایت میکنه. محسن از دشت برچی: من چند سال پیش برای نماز قضایی اجیر شدم، دو ماه آن را خواندم، ولی بقیه آن را به خاطر تکلیف معده و بعض مشکلات دیگر نتوانستم بخوانم. اکنون نمیدانم چی کار کنم. اگر وقتش معین نبوده و شما هم فعلا توان و قدرت خواندن اون نمازها را دارید، باید مطابق همو چیزی که در اجاره تعیین شده نمازهای نیابتی را باید بخوانید. اما اگر فعلا شما قدرت ندارید و یا برای اون نمازها یک مدت مشخص تعیین شده بوده که شما در اون مدت نتوانستین بخوانین و فعلا هم قدرت خواندنش را ندارین، یا به حال در اون مدت خوانده نشده، در این فرض لازمه که به او کسی که شما را اجیر کرده و پول را پرداخت کرده مراجعه بکنید، مسئله را با او در میان بگذارین و پول را به او برگردانید، یا اگر او رضایت میده و توافق میکنه یک کس دیگر را اجیر بگیرین تا اینی که او نمازها را بخوانه. حکم مسئله امین است که خدمت شما عرض کردم. زهرا از کابل: مادرم یک سال می شود نماز ظهر خود را عصر خوانده، ولی مسائل آن را نمی دانست. آیا نماز او اشکال دارد یا خیر؟ حالا منظور شما از این سوال درست معلوم نیست که مادر شما که مسائل نماز خود را نمی دانسته، مثلا کدام مسائل نماز خود را نمی دانسته؟ آیا شرایط مکان نمازگزار را نمی دانسته، شرایط لباس نمازگزار را نمی دانسته، یا واجبات نماز را نمی دانسته؟ خب اینا فرق میکنه. هر یک از این مسائل نماز را وقتی ندانه حکمش فرق میکنه. اگر شرایط لباس نمازگزار را نمیدانسته، خب در شرایط لباس نمازگزار شرط است که لباس باید از نجاست پاک باشه، یه بار با نجاست بخونه. شرایط لباس نمازگزار یه هست که باید یه از اجزای حیوان حرامگوش نباشه، یه رافته با او چرمهایی که از حیوان حرامگوش تهیه شده با او لباس ها نماز خوانده، خب نمازشان باطل هست. یا واجبات نماز را درست نمیدانسته و مسائل را درست رعایت نکرده، موجب بطلان میشه. و بعضی از مسائل نماز را اگر ندانه نماز باطل نمیشه. ولی سوال شما درست معلوم نیست که این کدام مسائل را نمیدانسته. این فرق میکنه. بعضی مسائل را اگر انسان ندانه نمازش صحیح هست، ولی بعضی مسائل را اگر ندانه و او را رعایت نکنه موجب بطلان نماز میشه. خانم حمیده از شهرک آریا: خواهرم یک سال است فوت کرده است. او تکلیف اعصاب داشت و نمی توانست روزه بگیرد و نماز بخواند. لطفاً بگویید تکلیف او چی می شود؟ اگر تکلیف او به حدی بوده، یعنی تکلیف اعصاب او به حدی بوده که با اشاره کردن و با یاد آوردن هم نفع نمی رسانده به حال او، اصلا مثلا وقت نماز را نمیتونسته تشخیص بکنه و یا خدمت شما عرض بکنم که رکعات نماز را نمیتونسته تشخیص بکنه، به می حالت بوده روزه را مثلا نمیتونسته تشخیص بکنه، خب چیزی به ذمه او نبوده، چون یک از شرایط تکلیف اینه که باید شخص عاقل باشه. اگر انسان به می حالت قرار داشته باشه تقریبا از حالت عاقل بودن خارجه و این شخص مکلف نیست تا بعدن قضای نمازش واجب باشه یا قضای روزش واجب باشه. بنابراین اگر به این حالت بوده شما فعلا هیچ گونه تکلیفی در قبال نماز و روزه او
ندارید. محسن از دشت برچی: من چند سال پیش برای نماز قضایی عجیر شدم. 2 ماه آن را خواندم، ولی بقیه آن را به خاطر تکلیف معده و بعضی مشکلات دیگر نتوانستم بخوانم. اکنون نمیدانم چه کار کنم. اگر شما به این صورت اجیر شده بودید و او کسی که شما را اجیر کرده به این صورت گفته که اینمی نمازها را باید خودت بخوانی، کسی دیگر حق نداره که بخوانه، معینا خودتان را برای خواندن این نمازها اجیر کرده بوده و حالا شما یک مقدارشان را خواندید و یک مقدار دیگر را توان خواندنشان را ندارید، یا روزه را یک مقدارشان را گرفتید یک مقدار دیگر را توان گرفتنشان را ندارید، در این صورت نسبت به اینمی باقی مانده اجاره شما باطل میشه. شما باید با ورثه امید، یعنی او کسی که شما را اجیر کرده بوده، برید حساب بکنید او مقداری را که از روزه های قضایی را گرفتید، از نماز های قضایی را گرفتید، اجرت او را شما نمیتوانید که مستحق میشید، اما او مقداری که باقی مانده او را مالک نمیشید، باید او را بر بگردانید به امون ورثه یا به امون کسی که او شما را اجیر کرده بود تا او کسی دیگر را اجیر بکنه. اما اگر نه، ای اجیر شدن شما به صورت مشخص و معین نبوده که حتما خودتان نماز بخوان، حتما خودتان این روزه رو بگیر، بگه من این مبلغ پول برایتان میتونم، تو خودت یا کسی دیگر این روزه پدر مرا یا مثلا روزه برادر مرا قضایشان را بگیره. اگر به این صورت شما اجیر شده بودید، حالا میتوانید که اون مقداری که باقی مانده و خود شما خوانده نمیتوانید، یک کسی دیگر را شما اجیر بگیرید که تا او روزه باقی مانده و نمازهای باقی مانده امید را بخواند. محمد براتی از غزنی: گاهی اوقات آبی از من خارج می شود که معلوم نیست چه آبی است. اگر در آن حالت وضو بگیرم نمازم را بخوانم اشکال ندارد؟ آبهایی که از مرد خارج می شه گاهی وقتا اگر نشانه ها و علائم منیر نداشته باشه پاک هست، حالا مزی باشه یا وزی باشه یا ودی باشه، بر صورت آبهایی که گاهی وقتا خارج می شه اونا نه وضو انسان را باطل میکنه، نه بدن انسان را نجس میکنه و نه سبب غسل میشه. اونها پاک هست و انسان میتونه با محالت نماز خودش را بخونه و تبدیل لباس اینها لازم نمیباشه.